درمان روتین بیمار آسمی چی هستش؟ برونکودیلاتورهایی مثل تئوفیلین و استفاده از کورتون برای اینکه این التهاب مجاری هوایی رو کاهش بدن. برای پیشگیری از حملات اسپری کورمالین سدیم به کار میره. دقت بکنید، برای پیشگیری از حملات. اگر حمله آسمی اتفاق افتاد دیگه اسپری کورمالین سدیم فایده نداره، به جاش باید از اسپری های مقلل سمپاتیک استفاده کرد. داروی آرام بخش نیتروزوکساید در بیمار آسمی قابل استفاده هست. نیتروزوکساید یک آرام بخش استنشاقی هست، به شکل گاز هست. خود این گاز خاصیت برونکودیلاتور داره، بنابراین در بیمار آسمی خوبه. در مواقع اورژانسی بایستی از اپینفرین تزریقی، تئوفیلین و اسپری های بتا آگونیست استفاده کرد. اپینفرین از این بابت که بر روی گیرنده های سمپاتیک تأثیر میذاره و از این بابت که یکی از این گیرنده های سمپاتیک بتا دو هست و گیرنده بتا دو باعث ریلکس شدن عضلات صاف اطراف برونش ها و گشادتر شدن راه هوایی میشه، میتونه بیماران آسمی کمک بکنه. تو بیمار آسمی اجازه تجویز چه داروهایی رو نداریم؟ آسپرین و انسد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه احتمال آلرژی به این داروها در بیمار آسمی زیاده و داروهای دپرس کننده تنفسی خود این بیماران درست حسابی نمیتونن نفس بکشن. حالا ما بیایم یه داروی دپرس کننده تنفسی به اونها تحمیل بکنیم.